از شنبه گذشته شروع می کنم از سخنرانی پزشکیان در مجلس برای معرفی اعضای کابینه، سخنرانی بسیار کسالت آور 54-5 دقیقه ای که واقعا میتونست همین حرفا رو بدون تکرار تو 7-8 دقیقه بزنه، که همون هم تکرار همون حرفای فارسی عربیش تو مراسم تنفیذ و تحلیف بود. کسایی که شنیدن میدونن من چی میگم دیگه. اما یکی دو نکته قابل تأمل هم گفت. اول اومد طبق همه صحبتاش از وقتی نامزد ریاست دولتش کردن گفت هدف سند چشماندازه و سیاست‌های کلی مسبب مقام معظم رهبری. التزام به قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاست‌های کلی مسبب مقام معظم رهبری و تحقق برنامه هفتم توسعه، محورهای همگرایی میان دولت و سایر قوا و ارکان نظام خواهد بود. دو دقیقه نمیکشه میگه تدابیری که تا الان بوده راه حل نیست. تدابیر یعنی همون سند چشمانداز و برنامه های مقام معظم رهبری دیگه. تدابیر که به قوه مجری و دولت های قبلی کاری نداره. تدابیر مال آغاز، تدبیرها مال رهبر فرزانه است که مدبرانه اینها رو ابلاغ میکنه و دولت مجری تدبیرهای آغاز، نه بیش از این، چیزی که خود پزشکیان مکرر گفته. اما تو نطق شنبه گذشتهش میگه نه تدابیر، نه رویه ها، یعنی نه آقا، نه دولتهاش مشکل حل کن نیستند. عدالتی و ناترازی های غالب بخش های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، آموزشی، فرهنگی و سیاسی را همه در بر گرفته. مسائل جامعه مزمن شده. تدابیر و رویه های جاری قادر به حل واقعی این مسائل نیستند. تا حالا حرف پزشکیان این بود که تدابیر آقا خوب بوده، اگه اجرا می شد این مشکلات رو نداشتیم، من اومدم تدابیر آقا رو اجرا کنم. حالا میگه اصلا این تدابیر قادر به حل واقعی مسائل کشور نیستند. پس چی راه حل واقعیه؟ تو که میگه برنامه نداری جز همین تدابیر رهبری. یه نکته حالا داشته باشیم میریم جلو. یه نکته دیگه تو نطق شنبه گذشتهش در مجلس، رد در واقع لغلغه زبان خامنه‌ای بود درباره هر اعتراض مردمی که همیشه مردم رو میگه فریب خورده ها و عقبه های آمریکا. اونجوری که حضرت علی علیه السلام میفرمایند فملک هواک و شحب نفس که اما لا یحل لک. شحب نفس میگه انصاف منها فی ما احب و کره، مراعات انصاف در قبال اون کسانی که ما دوستشون داریم، حزب و جریان و دسته ما هستن و حزب و جریان دسته ما نیستن، ایرانی هم. هیچ دین و باوری، هیچ پیغمبر و امامی در قبال هیچ انسانی قدم از عدالت اون طرف نگذاشته. فرق نمی کنه که مذهبی باشن یا نباشن، ترک باشن، فارس باشن، عرب باشن، عجم باشن، خارجی باشن یا داخلی باشن، همه باید ولا یجری من نکم شنعان قوم علا الله تعدل و اعدل و هو عرب التقوا. تمام دعوا سر عدالت است و تمام بحث اینه که مردم باید راضی باشن و مردم امروز از ما شاکی هم به این شکایت. مقصر ماییم، مقصر آمریکا نیم، مقصر بیگانگان نیستن. خب این حرف در حوزه های مختلف اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و آموزش و غیره تبعات داره، تبعات روشنی داره. یا در چارچوب فقه اسلامی است که به قول خمینی که ولی فقیه رو چوپان و مردم و گوسفندان توصیف میکرد، یعنی ما نتونستیم گوسفندا رو اونطور که میخوایم هدایت کنیم، مجری خوبی برای دستورات چوپان معظم نبودیم. یا اینه،
یا این حرفا فقط فرصت خواهی است برای عقب انداختن زمان سقوط نظام جمهوری اسلامی در اثر تشدید همین مصیبت هایی که پزشکیان شمرد و ناتوانی حکومت در رفع این مصیبت ها. روند قضایا نشون میده که کدام یک از ایناست. 46 سال تجربه هم باید به همه نشون داده باشه که مبدأ و مقصد این حرفا کجاست، مخصوصا طرف اصلاح طلب ها. من هفته پیشم گفتم نه میخوام جانبداری بکنم از اصلاح طلب ها یا اصولگراها، یا اصلا به طور کلی میخوام احساسات کسی رو برانگیزانم. من میخوام گزارش بدم از آنچه که هست. به همین دلیل ازتون خواهش میکنم که توجه بفرمایید دقیق به یه سری نکات که هم از پزشکیان گفته شده هم از بقیه، و اینا میگم تبعات داره. جلسات علنی مجلس توی هفته‌ای که گذشت یه تصویری از آنچه دولت پزشکیان در عمل میخواد انجام بده به هر حال به دست داد. حالا من دیگه به قول ایرانی رندوملی از وزیر اطلاعات شروع میکنم. وزیر اطلاعاتش هیچ صحبتی از در مجلس از عدم امنیت شهروندان، انفجارها در اماکن عمومی مطلقا نکرد. حتی به کاهش سطح امنیت سران حکومت مخصوصا اطلاعات یا سپاهی ها هیچ اشاره ای نکرد. وظیفش همین چیز هست ولی هیچ اشاره نکرد. گفت امنیت رو تأمین کردیم و افتخار کرد که 53 کشور برای مقابله اطلاعاتی با جمهوری اسلامی میز ایران تشکیل دادن. گفت این افتخار آمیز. هیچ برنامه ارائه نداد. اصلا میتونه برنامه ارائه بده؟ کوتاه میگم و میگذاریم. سوم مرداد 1403 کارنامه خودشو در رأس وزارت اطلاعات دولت رئیسی، وزیر اطلاعات رئیسی بود دیگه، کارنامهشو توضیح داد. پاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور میکردن یا بعضی از مراکز حیاتی ما رو خرابکاری میکردن و به لطف الهی تو این دوره این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت. هفت روز بعد از همین صحبت ها اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران کشته شد. اسماعیل خطیب 19 شهریور 1402 وقتی وزیر اطلاعات دولت رئیسی بود وظایف و برنامه وزارت اطلاعات رو در واقع 5 وظیفه اصلی برای خودش و وزارت خونش تعریف میکنه. وظایف 5 گانه ای رو توی مقابله برای خودش تعریف کرده در مبارزه با رژیم صهیونیستی و نظام سلطه و در مبارزه با تروریسم و براندازی، در مبارزه با جاسوسی و نفوذ و در مبارزه با مفاسد اقتصادی و در مبارزه با ناکارآمدی. خب این 5 وظیفه اصلی، یکیش مبارزه با مفاسد اقتصادی است، 4 تای دیگه در واقع مستقیم مربوط شده به تروریسم و جاسوسی و ضد جاسوسی. یعنی اگه بخوایم 2 مؤلفه کلی بگیم، 1 مقابله با تروریسم و جاسوسی، 2 مقابله با مفاسد اقتصادی. حالا برای دولت پزشکیان دوشنبه 22 مرداد رفت کمیسیون امنیت ملی مجلس تا مثلا کمیسیون تاییدش کنه. حالا بعد این بار از وظایف وزارت اطلاعات او مبارزه با مفاسد اقتصادی حذف میشه. خطیب گفت که دشمن سرمایه گذاری زیادی در حوزه نفوذ انجام داده و اعلام کرد که یکی از اولویت‌های وزارت اطلاعات مقابله با رژیم صهیونیستی است و یک وظیفه مهم دیگر مبارزه با تروریسم است. دیگه توش مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. حالا قبلا که البته گفته بود چه اتفاقی افتاد؟ خطیب میدونید 91 تا 98 رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود، یعنی همه کاره قوه قضاییه بود. تو پرونده اکبر طبری که همون موقع بود آمده است که رئیس وقت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یعنی همین اسماعیل خطیب ترک فعل کرده. یعنی چی؟ یعنی چشمش روی مهمترین پرونده مفاسد اقتصادی قوه قضاییه بسته. حالا که دیگه رسما میگه مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه‌مون نیست.
ادامه سخنرانی های وزیران پیشنهادی پزشکیان در مجلس که همشون شدن وزیر رو در به وزیر بهداشتش میپردازیم. هیچ اشاره ایشون هم به تظاهرات سه هفته‌ای پرستاران نمیکنه. مدام از پیشرفت جراحی کبد و امکانات پزشکی و بیمارستانی میگه. انگار نمیشنوه بغل گوشش چه خبره. پرستارا سه هفته است هر روز تو خیابونن. بعضی بیمارستان ها یا تعطیل شدن یا در شرف تعطیل شدن هم به دلیل اعتصاب پرستارا. خود پزشکیان هم که هم رئیس جمهور شده و هم به قول خودش متخصص امور بهداشت و درمانه، تو این سه هفته یک کلمه درباره وضعیت پرستارا حرف نزدن. آقای دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت شده انگار فقط دنبال حمایت و رأی میگشت برای اینکه وزیر بشه. اینا مسئلهش نبود. خب معلومه که حالا که ایشون وزیر شدن چقدر پرستارا میتونن ازشون انتظار جواب روشن به خواسته هاشون داشته باشن. ادامه داره این قضیه. وزیر اقتصادشون هی از اقتصاد، این من خلاصه صحبتشون تو مجلس میگم، نطقای نیم ساعته یورو اینا داشتن. وزیر اقتصادشون هی از اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم های ظالمانه گفت. نه اون نه وزیر کارشون هیچ صحبتی از گسترش خط فقر بیش از نیمی از جمعیت نزدیک به 90 میلیون نفری ایران، عدم توازن درآمد و هزینه ها، افزایش وحشتناک آمار بیکاری، هیچ صحبتی نکردن. بنا به آمار خودشون نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله بیش از 21% در سال آخر سال 1402 آمار دادن، که این آمار تازه 3.5 میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور رو که غیر فعال شدن در بر نمیگیره. یعنی جمعیت فزایندهی که نه شاغلن نه دنبال کار میگردن. هیچ صحبتی از اینا نه در برنامه آقای همتی و نه در نطق دفاعی او با آقای میدری وزیر کار در مجلس نیست. اینا تازه خوباشونن. وزیر فرهنگ و اسلام، ببینید میخوام بگم چقدر اینا واقعا به مسائل واقعی جامعه، پزشکان داد میزنه مسائل واقعی، اینا چقدر به مسائل واقعی جامعه پرداختن تو همین قدم اول. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیشون هیچ صحبتی درباره سرانه شرم‌آور کتابخانی در ایران نمیکنه. چی کتاب میخونه؟ چرا؟ هیچ اشاره‌ای به سانسور کتاب و رسانه نمی‌کنه. هیچ اشاره‌ای به ضرورت حفظ امنیت و استقلال اهالی رسانه نمی‌کنه. چیزایی که مستقیم بهش مربوطه. یه سخنرانی کلی می‌کنه در تکرار خبرایی که همه می‌دونن و صرف تکرارش هم هیچ مشکلی حل نمی‌کنه. برنامه‌ای نمی‌تونه بده. آمار باسوادی دختران و بیکاری 2-3 برابری زنان نسبت به مردان رو ارائه میده. آمار 20% جمعیت تحصیل کرده های دانشگاهی نسبت به کل جمعیت و عنوان شاخص پیشرفت ارائه میده. آخرش هم ببینید چی میگه. هزاران هنرآموز و هنرمند با اتکا به معارف غنی فرهنگ ایرانی اسلامی به آفرینش های هنری میپردازند. سینمای غنی به ویژه سینمای پس از انقلاب درخشش های شایان توجهی داشته و حتما بالندگی بیشتری باید پیدا کند. هنرمندان و فناوران در تولید پویانمایی و بازی های رایانه‌ای بر پیشانی این ملت و این برز و بوم ظرفیت های قابل توجهی دارند. موسیقی ایرانی این سفیر بی کلام مخاطبان زیادی را مسحور خود می کند. این ظرفیت های افتخارآمیز بنمایه بازآفرینی فرهنگ و هنر ایران اسلامی در حال و آینده خواهد بود. با عنایات الهی چشم به راه گلبانگ ایران زرین فرهنگی خواهیم بود. هیچ کم نمیاد بگه این انشا چیه داری میگی میخونی. اینا که حرفایی که این انشا حرفایی که توی حوزه های هنری تونو نمیتونم، همش تکرار میشه منتشر میشه. اصلا مخالفم نداره تو نماینده های مجلسشون این آدم. یکی از دو تا وزیر پیشنهادیه که هیچ کس از بین نماینده های مجلسشون به عنوان مخالف ثبت نام نمیکنه بیاد حرف بزنه. 100% موافقشن. چون حرف روشن هم که نداره. یکی دیگه که اصلا مخالف نداره عرض کردم، علیرضا کاظمی وزیر پیشنهادی آموزش پرورششه که حالا شده وزیر.
مشکلات معلم‌ها، محصلان، مدارس، اینا بر همه روشنه، بر همه میگم، چون حدود 16 میلیون دانش آموز، یعنی بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت ایران مستقیم درگیر موضوع آموزش و پرورشن. کاظمی در سخنرانی، عرض کردم، بی مخالفش در مجلس از بله مهم بودن آموزش پرورش گفت که خب همه میدونن چقدر مهمه، اما کدوم آموزش، کدوم پرورش؟ اینو مطلقا تو مجلس اشاره ای نکرد، چون قبلا مکرر گفته بود و به همین اعتبار هم مدام گفت شما که منو میشناسین. یکی از این گفتهاش برای نمونه وقتی سرپرست وزارت آموزش پرورش بود، همین نزدیکی ها تو دولت رئیسی سال 1400، مهمترین و اولین و بالاترین مأموریت وزارت آموزش و پرورش توسعه و ترویج فرهنگ قرآن، اطرت و نماز. این حرف مبنای قرآنی داره، مبنای رسالت نبی مکرم اسلامه، مبنای قیام ائمه ما و قیام امام رحمت الله علیه. ما اصلا وظیفه دیگری غیر از این نداریم، و الا اگه غیر این باشه با کشورهای دیگه تفاوتی نداریم. وزیر میراث فرهنگیشون بیشتر نطقش به دفاع از وفاداریش به نظام و امامش گذاشت. بهش بعضی چون ایراد گرفتن که تو خوزستان، میگم چون، شاید دلیلش اینه، من چه میدونم، حالا بهش ایراد گرفتن که تو خوزستان سال 76 دادگاهی شدی، محکوم شدی، یعنی اصلا نباید بیای اینجا. بعد جواب میده که من رئیس اداره اطلاعات بودم اون موقع و یک نفر از اداره اطلاعات بابت شکنجه شکایت کرد که دادگاه حکم براءت به ما داد، چون اصلا در جمهوری اسلامی شکنجه وجود نداره. عزیزان من، این تریبون متعلق به 86 میلیون انسانه، این منتشر میشه. والله جمهوری اسلامی شکنجه‌گر نیست، والله تو جمهوری اسلامی این جنایت اتفاق نمیفته. همین شباز که همین حرفاش امشب خواهید دید تو شبکه‌های بیگانه پخش میشه. چرا ما از این تریبون رو مقدس همه رو تخریب میکنیم؟ من که در کمیسیون سند رو به شما دادم، شما هم که اظهار کردید تو قانع شدیم. طرح دوباره در پشت تریبون جز تخریب شخصیت یک کاندید وزیر چه سودی برای شما داره؟ هر چی دوست دارید بگید. من با شما اختلاف سیاسی دارم، اما در انسانیت، در اخلاق، در انقلاب، در اسلام، در امام، در باور به رهبری و نظام با شما مشترکم، در اصول با هم مشترکیم، در فروع ممکن با هم اختلاف داشته باشیم. حالا به التماس کردن هم میفته. یکی دیگه از ایرادهایی هم که بهش میگرفتن این بود که تو از اصحاب فتنه‌ای، گفتی تو انتخابات تقلب شده قبلا. در تبارشناسی انتخابات و از انقلاب هیچ که مدعی تقلب نبودیم. چرا یک حرف را به ناحق شایع میکنید و به دیگران منتسب میکنید؟ عزیزان من، من بارها در جاهای مختلف سخن داشتم، ثبت شده امکان تقلب در نظام انتخابات ایران وجود ندارد. در همین انتخابات شما شهادت بدید، تلویزیون رو شاهد بودید، من هر روز مصاحبه داشتم که روند انتخابات در ایران سالمه، بدون مداخله هست و آنچه که نتیجه انتخابات باشه اون رو میپذیریم. یک شکایت ما در کل کشور برای انتخابات نداشتیم، وقت من میگم انتخابات تقلب شده. ببینین، این واقعا گریه داره میکنه دیگه. این حد از تشبث و خاکساری برای اثبات خودت تا بشی وزیر، یه همچین آدم همیشه ملتمسی رو میتونی هر وقت هر طرف بخوای بکشی. حالا میخواد چه میدونم اصلاح طلب چپ باشه، اصلاح طلب راست باشه، اسمش باری. وزیر کشورش پاسدار اسکندر مؤمنی تو سخنرانیش تو مجلس دو وظیفه اصلی اعلام کرد. یک، اخلاق، که منظور اخلاق شرعی و اسلامی است دیگه، اخلاق و عفاف و خانواده. دو، بستن مرزها به روی مهاجران، که منظور مهاجران افغانستانی است که از شر طالبان به ایران پناه میارن، اینه که میاد ایران مهاجرت کنه. هیچ صحبتی از افزایش بزهکاری و زورگیری خیابونی که محصول فقر اقتصادی، فقر آموزش و پرورش در کشور نکرد. هیچ جیب بری، موبایل قاپی،
کیفزنی، سرقت دریچه‌های فاضلاب، پایه فلزی پل‌های عابر پیاده، علائم راهنمایی رانندگی، سیم‌های برق و کابل‌های مخابراتی، طلا فروشی، سرقت از بانک ملی و غیره نمونه‌هایی از انواع و اقسام سرقت‌هاست. سارقان در گفتگو با رسانه‌ها اکثرا می‌گویند که مشکلات اقتصادی داشتند، برای همین تصمیم گرفتند دست به سرقت بزنند. اما سرقت ارتباط بسیار نزدیکی با بحران‌های جامعه دارد. بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی، افزایش شکاف طبقاتی، تورم، طلاق، بیکاری و مشکلات خانوادگی. بررسی آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد میزان سرقت در 5 سال گذشته 4 برابر شده. طبق گزارش مرکز آمار ایران، میزان سرقت سیر صعودی داشته، به طوری که بعد از مصرف مواد مخدر سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. وزیر کشور که جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم بوده، براش عفاف و خانواده مهمتر از برنامه ریزی و هماهنگی با وزارتخانه های دیگر برای کاهش آمار بزهکاری در کشور. همشون میگن امنیت داریم. اصلا آیا میتونه برنامه داشته باشه برای این کارا؟ که حالا براش مهم باشه یا نباشه؟ اسکندر مؤمنی که شده وزیر کشور سرتیپ پاسداره. اولین بار در دوره احمدی نژاد بود که وزارت کشور به سپاه سپرده شد. صادق محصولی و مصطفی نجار، محمد مصطفی نجار، هر دو سپاهی بودن دیگه. در دوره رئیسی باز به سپاه داده شد، احمد وحیدی. الان با مؤمنی باز پزشکیان همون کارو میکنه. شکی نیست که با این انتصاب پی در پی نظامی ها در رأس وزارت کشور، به جز دوره روحانی، خامنه ای بیش از همه توجهش به کنترل اعتراض های مردمه. نه مسائل دیگه. در واقع اداره امنیتی نظامی کشور با گذاشتن نظامی ها در رأس وزارت کشور. منابع مختلف از جمله ایران وایر گزارش دادند که سمت هایی که قبلا سردار مؤمنی داشته از جمله ریاست ستاد تیپ مالک اشتر بوده و یکی از فرماندهان درگیری های جنگل شمال کشور با گروه های مخالف جمهوری اسلامی در سالهای اول انقلاب. من هفته پیش اشاره کردم که اینا که الان در قدرتند و همچنین اونایی که از قدرت رانده شدند، همه در جنایت های اول انقلاب هم دست بودند. حالا شدن رقیب هم به اصلاح طلب و اصولگرا و از این حرفا. تو این دولت تازه تشکیل شده چند تا اینا کنار هم جمعن. عده‌شون که یا رانده شده بودن یا فاصله گرفته بودن از قدرت، با اثبات وفاداری به شخص اول مملکت دوباره آمدن تو این دولت. یعنی این بار خامنه‌ای ریسکی کرده که قبلا نمی‌کرد. شرایط او را وادار کرده که این خطا رو بکنه و عده‌ای از اصلاح طلبا رو بیاره به دولتی که البته خواهم گفت که تماما زیر عبای خودشه. یکی از این اصلاح طلبا احمد میدری است، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی. میدری وزیر پیشنهادی کار بود که وزیر شد. تصویری از مسیر گذشته تا امروز اصلاح طلبا به کمیسیون امنیت ملی مجلس داده که مهمه براتون میخونم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس از حضور احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این کمیسیون خبر داد و گفت جلسه پرچالشی با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم. مواضع گذشته ایشان مورد اعتراض اکثریت اعضا قرار گرفت. در پاسخ وزیر پیشنهادی کار گفتند که دغدغه شما، کمیسیون امنیت ملی مجلس، دغدغه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم بوده است و آنها اعتماد کردند. آقای میدری اشاره کردند به تجدید نظر در دیدگاه‌هایشان نسبت به گذشته و گفتند که راهی که ما برای اصلاحات و آزادی رفتیم اشتباه بوده است و از زمان اصلاحات منازعات سیاسی زیاد شد و از توسعه دور شدیم. اختلافات فکری را باید با هم حل کنیم و توضیحاتی درباره گذشته خود دادن. این بحث، این حرفای واقعا یک بحث مجزایی میطلبد، چون این بحث از زمان رفسنجانی خیلی توی محافل سیاسی پیرامون حکومت رایج بود، حالا دوباره رو اومده. خب ببینید، این در واقع مسیری است که این اصلاح طلبایی که صحبتشو میکردیم آمدن تا امروز. یک نفر دیگه از این دست اعضای کابینه که معاون اجرایی پزشکیانه و به این اعتبار نیازی به تایید مجلس نداشته و خودش توسط پزشکیان منصوب شد، اصلا قبل از اینکه این
بازیای مجلس شروع بشه و عضو شورای راهبری انتخاب وزرای پیشنهادی هم بوده دکتر محمد جعفر قائم پناه. ایشون 2 سال در دهه 70 عضو شورای شهر کرمانشاه بودن، 80 تا 84 هم معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت بودن، زمانی که پزشکیان وزیر بهداشت خاتمی بود. دوستی ایشون یعنی پزشکیان و قائم پناه به اوایل انقلاب برمیگرده، مثل بقیه اصلاح طلبا اوایل انقلاب با گلوله از حکومت اسلامی و از پیشواش دفاع میکردن. یک عکس و توضیحی رسانه‌های سپاه از قائم پناه دارین میبینین و پزشکیان منتشر کردن و نوشتند که این سال 58 و در کردستان. این نشان میدهد که هر دو از سربازان لشکر اسلام بودند که به فرمان خمینی به کردستان حمله کردند. آماری که منتشر شد شمار کشته شده ها از مردم کرد رو بیش از 5000 نفر تخمین زده. درصدی هم از اینها پیشمرگه های کرد بودند، مسلح بودند و ولی مردم بیدفاع اغلب اونها بودند از کشته شده ها و کلی اعدام شدن. فقط 12 افسر ارتش به دلیل خودداری از تیراندازی به مردم اعدام شدن. به هر حال آقای قائم پناه بعداً میشود پزشک متخصص و مثل بعضی از اصلاح طلبها به این نتیجه میرسه که زور جواب نمیده. تو اون بحبوحه جنبش انقلابی ژینا ویدیویی ازش منتشر شد که با صراحت نیروهای امنیتی و انتظامی رو مسئول خشونت اوریان در جامعه معرفی کرد، یعنی درست برخلاف آنچه پیشوا در همه سخنرانی‌هاش گفته است. این روزها متاسفانه شاهد حوادث تلخی هستیم و مردم ایران در واقع شاهد اتفاقاتی است که برای همه جانسوزه. اعتراضاتی که در این چند ماه اتفاق افتاده متاسفانه موجب بروز خشونت در سطح جامعه شده و این خشونت عریانی که در کشور ایجاد شده و توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ایجاد میشه، به خصوص در نسل جوان و در کودکان از نظر روحی عوارض جبران ناپذیر رو به جای خواهد گذاشت و شاید بعضی از این عوارضی که ناشی از تحقیر و سرکوب شدید این جوانان هست ممکنه در زندگی اونها تا آخر عمر اثر سو داشته باشه، همینطور در کودکان و همینطور در زنان. نکته بعدی عوارضی که این خشونت ها به جسم انسان ها وارد میکنه، حالا ما به عنوان چشم پزشک شاهد هستیم که تعداد زیادی از جوانان ما، زنان ما به علت تیرهای ساچمه‌ای، سلاح‌های ساچمه‌ای که به چشمشون و صورتشون وارد شده، خیلی از این مردم متاسفانه موجب شده که چشمشون تخلیه بشه. کسی که چشمش تخلیه میشه با کسی که کشته میشه خیلی متفاوته. این جوان تا آخر عمر، یعنی یه جوان 20 ساله 70 سال عمر بکنه، 50 سال به عنوان یک سند در جامعه در حال گشت و گذاره و همه خواهند دید که این جوان چشمش رو، بیناییش رو به خاطر اعتراضاتی که در سال 1401 به وجود آمده چشمش رو از دست داده. و اینو باید تأکید بکنیم، این سلاح ساچمه یا پینتبال فقط مخصوص نیروهای دولتیه و این دست عوامل دیگری خارج از اینها نیست. لذا جا داره من به عنوان یک پزشک از مسئولین امنیتی این تقاضا رو بکنم که جلوی این گونه خشونت ها رو بگیرن. دکتر محمد جعفر قائم پناه قبل از اینکه بشود معاون اجرایی پزشکیان در این دولت، در سال 99 هم علیه راندخاری در دولت دیگر در وزارت بهداشت با محمود صادقی و حسین راغفر جزو 19 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند که به نمکی وزیر بهداشت علیه این وضعیت در واقع نامه اعتراضی نوشت. راندخاری در وزارت بهداشت و مسئله دارو، توزیع دارو، واردات دارو و اینها.
حالا این آقای دکتر شده معاون اجرایی رئیس جمهور خامنه‌ای که چه بکنه؟ یا ترس از انقلاب مردم او رو کاملا به دامن هیولا انداخته، یا انقدر ساده است که گول پزشکیان و رئیسش خامنه‌ای رو خورده. چون بعضی حرفاش ادامه داره، درباره فهرست وزرای پیشنهادی نکته ای رو درباره وزیر کشور میگه که واقعا یا از سادگیشه یا بلا نسبت از هوشمندی مفردشه که میتونه خودشه اینقدر به سادگی بزنه. من نمیدونم. خدمت های دکتر پزشکیان رسیدم، لیست رو که دیدم لیست دو نفر در کابینه هست، یکی آقای دکتر زنفرغندی و یکی آقای مومنی. بعد گفتم که مومنی هم گفت آره اتفاقا میشم خودم انتخاب کردم، با جمعی جهات دیدم این بهتر از گزینه های دیگر است و این وزیر من خواهد بود نه وزیر کسی. این نکته خیلی مهم، گفت وزیر منه، برای من کار خواهد، نه برای کسی. ببینین، چیزی که از این حرف فهمیده می شود این نیست که مثلا این وزیر قالیباف نیست، وزیر پزشکیانه، مگه بقیهشون وزیر این و اونن؟ حالا رفاقت با قالیباف داشته باشه و یکی دیگه وزیر این و اون. چیزی که حرف قائم پناه فهمیده می شود این است که این وزیر کشور اگرچه از فرماندهی نیروی انتظامی است، یعنی جمعی نیروهای مسلح است و یعنی رئیسش فرمانده کل قوا امام خامنه ای است، و اگرچه وزیر کشور از کسایی است که رسما و علنا خود خامنه ای تاییدش میکنه، ولی قراره که به خامنه ای خدمت نکنه، به پزشکیان خدمت کنه. وزیر خامنه ای نباشه، وزیر پزشکیان باشه، و این باعث خوشحالی است. هر تعبیری از این حرف داشته باشیم، یعنی رویارویی یا لااقل رقابت پزشکیان با خامنه ای در، به قول خودشون اصطلاح جدید که آوردن، شیوه حکمرانی، لااقل در ذهن بعضی اصلاح طلبا، که در این صورت چشمانداز رابطه این دولت و اون رهبر معظم همچی خیلی روشن نیست. هرچند که همشون یا با دستور مستقیم یا با تأیید همون رهبر معظم وزیر شده باشن. وزیر ارشاد که دیگه اصلا نمی اومد، آقا بهش دستور داده اومده. حالا دیگه من نمیخوام این حرفا رو بزنم، چرا منو وادار میکنید مثلا حرفی بزنم؟ ایشون رو صدا کردم، اومد صحبت کردم، هی میگفت نه نه، رفت. رفتم خدمت آقا، گفتم آقا این لیسته، اینا هستن. گفت اون نیم، گفتم اون نیمت، همونجا تلفن رو گرفت، گفت بهش بگید پاشه بیا. یعنی اینجوری نی، من نمیخوام جز، من میخوام بگم هماهنگ شدیم اومدیم اینجا، شما بپذیرید از ما. همه این عزیزان رو، خانم صادق مازرادی رو اصلا خود آقا گفتن که باشه. آخه چرا دارید من رو وادار میکنید یه چیزایی که نباید بگم بگم؟ همه این عزیزان با هماهنگی، با به اصطلاح تفاهم اومدن اینجا. خیلی از آدمایی که یه ذره شک توش بود، ما بدون اینکه بگیم نیاوردیم تو لیستا. همین آقای دکتر عراقچی اولین کسی بود که آقا قبول کردن، اصلا قبل از اینکه اسم وزرا رو بگیم ایشون رو آقا قبول کردن، گفتن خوبه. یعنی این چیزهایی که ما داریم میگیم، دیگه منو وادار نکنید برم تو جزئیات قضیه. رأی بدید ما بریم دولت رو تشکیل بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. این حرفای پزشکیان بود در روز نمایش تاییدیه گرفتن از مجلس برای وزیران پیشنهادی، که با این حرفا همشون خب تاییدیه گرفتن. نزدیک ترین این وزرا به خامنه ای طبق برداشت که از حرفای پزشکیان میشه داشت، عباس عراقچی وزیر خارجه است. عراقچی با نطقش در مجلس گفت که، یعنی در واقع نشون داد که کاملا وزیر خارجه خامنه ای است. حتی در حرفم دیگه نمیگه تنش زدائی، میگه مدیریت خصومت، مدیریت دشمنی و تنش. سیاست ما در مورد آمریکا سیاست مدیریت تخاصم خواهد بود و نه رفع تخاصم. ششم، در رابطه با تحریم ها
سیاست ما بر اساس فرمایش مقام معظم و رهبری مدظله العالی در دیدار اخیر با نمایندگان محترم مجلس متوجه خونسازی تحریم ها و همزمان تلاش برای رفع آن هاست. این دقیقاً حرف خامنه ای است. برای رفع دشمنی ما تلاش نمی کنیم، نه برای رفع تخاصم، مدیریت تخاصم. مدیریت تخاصم هم تا حالا دیدیم دیگه، که میگم همه اینا برنامه های مستقلی باید براش بذاریم. مدیریت دشمنی با آمریکا و در با جهان به طور کلی چگونه جمهوری اسلامی میکنه، این یه موضوع. حالا درباره تحریم ها میگه خونسازی در واقع در اولویت، یعنی همون دور زدن تحریم ها و قاچاق و هزینه کردن های بیرویه برای پرهیز از تنش زدائی و ادامه تنش با آمریکا. این عرض کردم سیاست دیکته شده رهبر معظم به وزارت خارجه، یعنی به دولت مثلا پزشکیان.